بسم الله الرحمن الرحيم. در درس هشتم تجوید قرار داریم. در درس ششم و هفتم ما راجع به مخارج حروف گفتیم و فهمیدیم که مخارج حروف از پنج موقعیت یا از پنج مواضع خارج میشه، که موقعیت حلق بود، موقعیت زبان بود، موقعیت جوف دهن بود، موقعیت لبها بود و موقعیت بینی بود. که هوایی که از شش خارج میشه به هنجره میخوره، تارای صوتی هنجره را شور میته و مخارج حروف امی پنج موقعیت است که کنترل صدا را میکنه. که ایره ما حال فهمیدیم و میریم بالای حروف صدادار و حروف بی صدا. اگر ما و شما از کسی پرسان کنیم که حروف vowel letters and consonant letters در انگلیسی کدام است، بس کلگی می فهمم. این می رقم در عربی هم حروف صدادار و حروف بی صدا است، که حروف صدادارش به نام vowel letter یاد می کنن، یا در انگلیسی به نام vowel letter یاد می کنن، که عبارت از سه حروف است، عبارت از الف، واو، یا است. الف، واو، یا. بدون استفاده از الف، واو، یا ما حتی نمیتونیم که صدایی از این حروف دیگر بکشیم. سعی کنیم مثالش، اگر ما بگویم الف، با، تا، ث، اگر ما پشت با الف نندازم که صدای با را بکشه، با گفته نمیتونم. اگر الفش پس کنم هیچ صدا نمیتونم. به می خاطر این حروف بی صدا میگن. مثلا پشت تا باید الف پرتم که تا شوه که صدا بکشه. پشت جیم ما باید یا پرتم جیم که صدای جیم بکشه. در غیر از واقع یایش پس کنم جیم صدا نمیته، جیم نمیشه. و مثلا دل، ذل، میبینین الف داره و جیم یا داره، و نون واو داره، میم یا داره، صاد، داد، مثلا اینمی حروف بی صدا را ما میتونیم توسط حروف صدادار الف و یا صدایش بکشیم. امید است که فهمیده شده باشه که حروف بی صدا و با صدا چی فرق داره. علاوه از این، ما علاوه از حروف صدادار، ما یک چیزی دیگه داریم به نام حرکت حروف است، که حرکت حروف هم اینمی نشان دهنده اینمی واولا است. تقریبا الف و یا را نشان میده، که اگر ما به حرکت ها را ما میفهمیم که گفته بودیم فتحه و دمه و کسره، که در فارسی ما یاد دری میگیم زبر و پیش و زیر، خود درسای خود ما در آینده کلش فتحه و دمه و کسره میگیم، به عربی میگیم. الف در حقیقت فتحه است، واو در حقیقت دمه است، و یا در حقیقت کسره است. اگر ما حرکت اینمی حروف واول یا حروف صدادار ما ببینیم، در فتحه و دمه و کسره ببینیم، که در جدول که در مریدان است نشان میده که الف ا او ای، ا او ای، و و وی، و و وی، یا یو یی. خب مثلا اگر ما الف کسره را در نظر بگیریم، سعی کنیم الف کسره ا، اگر فتحه بگیم ا، اگر دمه بگیم او، اگر کسره بگیم ای. ای انگلیسی است در حقیقت تلفظ میشه. مشکل کلانه که ما در تلفظ حروف عربی داریم، در فتحه و در کسره داریم، در دمه قدر مشکلات نداریم. خب میفهمیم که او پیش تلفظ میشه. در فتحه ما مشکل داریم. مثلا ما با نمیگیم، با میگیم، تا نمیگیم، تا میگیم، که امیر بسیار بلند تلفظ میکنیم، که ای بلند تلفظ نمیشه. در بعضی از حروفی که حروف خودش حروف مفخم است، ای بلند تلفظ میشه. در غیر از او در دیگاه کلش امطور ا تلفظ میشه، آ تلفظ نمیشه، ا. و
مثلا ب ت ث، در سر خا که آمدیم، خا خودش چون از جمله حروف استعلاس یا حروف مفخم است، خ تلفظ نمیشه بلکه خا تلفظ میشه. دل ذل را، صاد ضاد، قاف، مثلا قاف ما قاف نمیگیم، قاف بلند میشیم به خاطر که حروف همو هفت حروف مفخم که است که خی است و صاد است و داد است و طاس و زاس و قاف است، ای اگر الف فتحه کتشان آمد یا الف امرایشان آمد یا بلند تلفظ میشه، دیگه حروف کلش بلند تلفظ نمیشه. مثلا ما در فارسی میگیم کاف، کاف بلند تلفظ میکنیم، در حالی که کاف است، کاف. اگر ما در فارسی بگوییم که کاکا یا ماما یا ماما میگیم یا کاکا میگیم، در عربی در حقیقت میشه ماما کاکا. در حروف کسره این همطور یک اندازه مشکلات داریم. این مشکلاتش این است که ما کسره مطلبش از یا است، یا. و مثلا اگر ما عرف ب را کسره بتیم یا عرف با را کسره بتیم میشه بی، بی، تی، سی، یا ف، یا ثی، یا سینه که کسره بتیم سی، شینه که کسره بتیم شی، نونه که کسره بتیم نی، میمه کسره بتیم می. اینمی رقمی که کسره صدایش میبرایه، اینمی رقمی که فتحه صدایش میبرایه، اینمی رقمی که دمه صدایش میبرایه، باید حروف و کلمات را که ما تلفظ میکنیم در قرآن انشاءالله در آینده باید به اینمی رقم صدای اینمی سه حالت داشته باشه، یا فتحه باشه، یا دمه باشه، یا کسره باشه. دیگه از اینمی سه تا هیچ خطا نخوره باید. اگه خطا خورد میفهم که اشتباه میشه. اگر شما دمی سر درس متوجه باشید، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، سعی کنین من بیره کسره میگم بی است، از امون خاطر بسم الله میگم، من بسم الله نمیگم، بسم الله میگم، از امون خاطر بخاطر از این که بی، بخاطر که بی کسره یا با کسره بی میشه، بی نمیشه، بی، بی یک حرف ایچ حرکت نیست، ای افغانی است، ای دریس یا فارسیس، ای بی، اگر ما بی را کسره بگویم، با را کسره بی بگویم، یک چیزیست که نه بی گفتیم و نه با گفتیم، بی، یک چیزی گفتیم دیگه. به این خاطر ما در درس هشتم خود راجع به تلفظ حروف در فتحه، دمه، کسره یک اندازه پیش میریم که این مهم است که بفهمیم که چی رقم ما اینمی حروف ما به فتحه و دمه و کسره تلفظ میکنیم، حرکتش بفهمیم که اینمی حرکات باید در وقتی که ما قرآن میخوانیم باید تطبیق شوه. خارج از این حرکات اگر ما حرکات کردیم یعنی از مخارجش درست استفاده نمیکنیم. باز امید است که درس هشتم خسته کن نبوده باشه و معلوماتی بوده باشه. و در درس نهم ما پلان دارم که یک تست بسیار کوچک براتون روان کنم، یک شامل یک چند سوال است، سوالا رو شما بشنوین، پیش خود سوالا رو نوت کنین، ببینین که تا چی اندازه این درسی که از یک تا هشتم تجوید ما خواندیم چقدر شما میتونین که سوالات جواب بدین. باز انشالله در درس یازدهم و دهم ما میتونیم که جوابای زیر برتان بگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.